به نام خدا سلام بچه ها خسته نباشید آرزوی موفقیت و بهترین ها براتون دارم امروز در خدمت شما هستیم درس عربی 12 برای رشته ریاضی تجربی که فردا انشالله آزمون کشوری دارید رو توی بازی 1.5 تا 2 ساعت با هم هم مرور کنیم هم یاد بگیریم هم نمونه سوال کار کنیم و لابلای تدریس من اگر سوالی موردی مسئله چیزی باشه شما میتونید مطرح بکنید من چت های شما رو میبینم و پاسخگو خواهم بود و اینکه نگاه شما این باشه که شما برای یاد گرفتن الان یعنی فرض کن داری خودت میخونی با این نگاه با ما باش نه اینکه حالا من بگم بعدم بخونی خیلی مسئله مهمیه پس دیدتون این باشه اینکه من اومدم اینجا یاد بگیرم بعد از کلاس بتونم با توجه به چیزهایی یاد گرفتم تمارین رو تشخیص بدم و انجام اول یه مسئله رو مطرح کنم بعد درس شروع میکنیم ببینید بچه ها کتاب شما کلن 4 درسه 2 درس اول بارم و اهمیتش نسبت به 2 درس دوم به مراتب 3 برابره یعنی اگر بگم 15 نمره از 20 نمره از 2 درس دوم میاد بیراه نگفتم در نتیجه انرژی و وقتتون بیشتر برای 2 درس اول بذارید نه اینکه 2 درس اول نخونید به هر حال از اونجا هم سوال خواهد اومد 5-6 نمره هم کم نیست ولی انرژی و وقتتون رو بیشتر بذارید برای 2 درس دوم. یه مسئله. یه مسئله دیگه که میخوام براتون بگم و بسیار مهمه طریقه خوندنه که بیشتر بچه‌هامون نمی‌دونن چی بخونن. ببین تیتروار فهرستوار میگم. فرض کن من میخوام بعد از این کلاس شروع کنم به خوندن 4 درس تا فردا صبح تموم کنم. اولا از درس 3 شروع کنید. اما چه چیزهایی رو از درس 3 بخونم؟ 1. لغت‌های درس 3 اصلا به این توجه نکنین که یاد میگیری یا نه. فقط تکرار کن این 1. 2 معنی متن درس 3 قواعد در حدی که میگم همین الان بگم مطالب و قواعدی که ما الان اینجا میگیم به هدف امتحان فرداست یعنی به درد کنکور نمیخوره خیلی از مسائلی که ما تو کلاس های کنکور میگیم رو به هیچ وجه اینجا مطرح نمیکنیم و اینم بدونید چیزهایی که اینجا میگیم فراتر از این تو امتحان فردا نخواهد بود ان شاء الله سوالا رو خواهیدید و میبینید که اینجوری هست پس 1 لغت 2 معنی درس 3 قواعد در حدی که میگم 4 رو توجه کنید خودآزمایی هایی هست با عنوان اختبر نفسک بعد از قواعد هر درس اون خودآزمایی ها دقیقاً خواسته های هر درسیه پس نگاه ویژه تری نسبت به خودآزمایی ها داشته باشید بعد میریم تمرین ها تمرین ها هم 2 جورن یه سری تمرین ها ارتباط داره به قواعد درس مربوطه یه سری تمارین ربط داره به گذشته ها گذشته ها یعنی چی 10 و 11 بعضی بچه ها راه رو عوضی میرن یعنی چی یعنی اینکه به جای اینکه دانش آموز به 12 بپردازه که 18 17 18 نمره عین مطالب 12 به خاطر یه سری نکات در حد 1-2 نمره که توی امتحان لحاظ میشه میره وقتشو برای 10 و 11 میذاره حالا نه اینکه ما اون 2 نمره ازش بگذریم اون 2 نمره از چیا میاد از کیا میاد از دقیقاً تمارینی که داخل درس 1-2-3-4 وجود داره و اینکه اشاره به گذشته داره پس شما اگر میخوای از اون 2 نمره هم نگذریم تکیه کن به تمارینی که توی این 4 درس وجود داره حتی اگر نفهمیدی چی گفتم اشکالی نداره سعی کن به ذهن بسپار این مسائلیه که باید براتون میگفتم و به امید خدا شروع میکنیم بچه‌ها کتاب ما 4 درسه درس اول 2 قسمته قسمت اول در مورد چند تا حرف معروف به حروف مشبهه و بالفعل من دقیقاً وقتی مطالب رو بگم قواعد رو بگم از این موضوع چی سوال میاد از شما چی میخوان رو هم میگم دسته اول در واقع نواسخ که تو درس 1 میخونیم چند تا حرف هستن معروفن به حروف مشبهه و بالفعل ماجرای اینها چیه بچه ها؟ مسئله اول حفظ کردن اینها سعی کنید بشناسید ان ان کان لکن لیت و لعل این 6 تا اگه از فردا سوال اومد حروف مشبهه رو پیدا کن هر جای عبارت ها هر کدوم از اینها رو دیدی عین این خواسته تو تمرین کتاب شما هم هست اصلا دقیقاً صریحا گفته آقا حروف مشبهه رو پیدا کن پس ان ان کان لکن لیت لعل رو هر جا دیدی حرف مشبهه تو بالفعل داری این مسئله اول مسئله دوم معنی اینها خیلی مهم و ملاکه در حالی که برای بچه‌های نظام قدیم اصلا به معانی این واژه‌ها زیاد توجه نمی‌شد بیشتر به این توجه می‌شد آقا اسمش کجاست خبرش کجاست ولی اینجا نه اینجا خود اینها معنی اینها و تأثیر معنایی در عبارت مبعد مهمه خب با هم یاد می‌گیریم ان تا
تنها حرف مشبهیه که برای تاکیده. گوش کنید، از این شش تا فقط ان برای تاکیده. برای امتحان فردا اگر عبارتی با ان آغاز شد، شما حتما باید موقع معنی کردن از همانا به درستی که قطعا بدون شک یکی از راه‌های تاکید استفاده کنید. و بدونید فقط ان برای تاکید، نه بقیه. بقیه اهداف دیگه‌ای دارن. پس ان ترتیبش مشخص شد. ان معنی که میده. اصلا تفاوت ان و ان از لحاظ ساختاری، از لحاظ کاربردی چیه؟ ان همیشه در اول جملات، ان همیشه در وسط جملات میاد. یعنی اگر عبارتی به ما بدن جای خالی اینجا باشه، ما از ان استفاده میکنیم. اما اگر عبارتی به ما بدن جای خالی وسطش باشه، ما از ان استفاده میکنیم. پس اگر جای خالی بین انتخاب ان و ان بدونید داستان چیه؟ خب اما کأن معنی گویی، مثل، مانند، چون، همچون، اداد تشبیه عربیه. لکن معنی ولی داره، اما داره. لیت و لعله به جرأت بعد از ان از لحاظ تأثیر در معنی و معنی خودشون جایگاه دومو دارن، بسیار مهمه. بچه ها لیت معنی ای کاش، برای آرزوی غیر ممکن، لعله معنی شاید، برای آرزوی ممکن. نگاه کنکور به این قضایا با نگاه امتحان فردا فرق میکنه. حالا ما به کنکور اینجا اصلا نمیپردازیم. برای امتحان فردا اگر لیت و لعله داخل عبارتی بود، حواست باشه معنی این واژه ها رو اشتباه نگی. یعنی لیت معنی کاش داره، شاید نمیشه ها، لعله معنی شاید داره. این یک. دو، علت اهمیت ویژه لیت و لعله نسبت به بقیه یه مسئله دیگه هم هست. بچه ها لیت و لعله بیکار نمیشینن. یعنی چی؟ یعنی روی فعل بعد خودشون از لحاظ زمانی اثر میذارن. توجه کنین، اگر بعد از لیت و لعله، این دوتا مثال توجه کنین، اگر بعد از لیت و لعله فعل مضارع بیاد، زمانش عوض میشه. اگر بعد از لیت و لعله فعل ماضی بیاد، زمانش عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بعد از لیت شما فعل مضارع داشته باشی، الان یدرکو یعنی درک میکند، یذهبو یعنی میرود، یکتبو یعنی مینویسد، درسته؟ اگر بعد از لیت بیاد، می به ب تبدیل میشه. یدرکو درک میکند، درک کند، یذهبو میرود، برود، یجلسو مینشیند، بنشیند. پس حواستون باشه بعد از لیت، سوال کنکور 98 99 هم بوده، اگر فعل مضارع بیاد می به ب، خب یعنی مضارع اخباری التزامی. اگر فعل ماضی بیاد چی؟ فعل ماضی بیاد قرأ عین خان، ذهب عین رفت، كتب نوشت، به چه زمانی تبدیل میشه؟ یا ماضی بعید یا ماضی استمراری، هیچ اولویتی هم نسبت به هم دیگه ندارن. نگاه کنید، قرأ عین خواند، ولی چون پس از لیت اومده اینجوری معنی میکنم. کاش دانش آموز درسش را ببین، خوانده بود یا بگو میخوان. احسن، هیچ اولویتی نسبت به هم ندارن. یا ماضی بعید که با بود، یا ماضی استمراری با می با ماضی. پس یه بار دیگه میگم، لیت معنی کاش، لعله معنی شاید. این مسئله اول، معنی واژه ها مهمه. دو، اگر بعدشون فعل مضارع التزامی می به ب تبدیل میشه موقع معنی، اگر بعدش فعل ماضی یا ماضی بعید یا ماضی استمراری. خب بچه ها، این اصل قضیه حروف مشبهه و بالفعل. حالا این نکات اینجا وجود داره که میخوام توجه داشته باشید. ببین، درسته که کتاب‌های نظام جدید گفتن آقا اینا رو بشناس، تاثیر معنایی اینها رو بگو، ولی یه مسئله دیگه در نظر داشته باشید. بالاخره ما باید برای حروف مشبهه که نوعی جمله می‌سازن ارکان مشخص کنیم. خب این حروف مشبهه بر روی جملات اسمیه میان. اسمیه چه چیزایی داشت؟ مبتدا خبر. اگر اینها بیان، شما اسم و خبر باید پیدا کنی. طریقه پیدا کردن اسم و خبر اینها به چه صورته؟ لطفاً توجه، خیلی ساده است، من سری میگم و ازش میگذرم. بچه ها به این مثال توجه کنید. حرف مشبهه ما کدومه؟ ان. اینجا حرف مشبهه ما کدومه؟ ان. اگر عزیزای دلم توجه کنید، اگر به این حروف مشبهه‌ای که میبینی کوچکترین چیزی بچسبه، همون چیز میشه اسمش. نگاه کنید، یا یه جور دیگه بگم، اگر اینا تغییر کردن، اون تغییر اسمشه. الان در انک که به چسبیده، خود که میشه اسمش و بعدش هم طبیعتاً خبر. ولی گوش کن، اگر به ان، ان، که، ان، لاک، نلی، تلاله هیچی نچسبه ها، کلمه بعد میشه اسمش، به همین سادگی. خب طبیعتاً بعدش هم خبر میاد. یه داستان هایی هست که برای امتحان فردا به درد ما نمیخوره. پس قرار ما این باشه، ما حروف مشبهه رو میشناسیم، آره،
اگر در ظاهرشون تغییر ایجاد شد اون تغییر اسمش بد خبر، اگر تغییر ایجاد نشد طبیعتاً کلمه بد اسم بعدش هم خبر. بچه یه نکته دیگه هم نظرم اینجا داریم بگیم بعد بریم بخش دوم درسی. یه نکته دیگه، حالا من یه ذره اینو فراتر از خواسته های کتاب میگم. هر وقت از شما خواستن بگید محل اعرابی کلمه چیه، اولین جرقه ای که به ذهنت میخوره باید این باشه. وایس ببینم جمله اسمیه است یا فعلیه. ما در زبان عربی دو نوع جمله داریم، فعلیه و اسمیه. حالا اسمیه ها بعدن ان و اینها میان عوض میشه داستان بمونن، ولی دوست دارم محل اعرابی میشنوی باید بگی ببینم جمله اسمیه است یا فعلیه. چون بچه ها شما هم هستید بگید جمله فعلیه چه چیزایی داره؟ اگر فعلیه باشه فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور. اگه جمله اسمیه باشه چه چیزایی داره؟ مبتدا، خبر. حالا سوال منو توجه کنید، عین محل اعرابی لحاظ هل عبارت الله کریمون، محل اعرابی کلمه رو بگو. شما اول باید بگی وایس ببینم جمله اسمیه است یا فعلیه است. اسمیه یا فعلیه؟ اسمیه. اسمیه باشه فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور داره؟ اسمیه باشه چه چیزهایی داره بگید؟ احسن، بارک الله. الله میشه مبتدا، کریمون میشه خبر. حالا بچه ها ما گفتیم که این ان انک ان لاک ان لیت لعل بر روی اسمیه میان. خب یعنی الله و کریمون رو ببینید که مبتدا خبر داره، من بیام اینجا ان بیارم اعراب اولی رو تغییر میده. توجه کنید اعراب برای شما نیست، انسانی ها اعراب میکنن. حالا یه ذره کمک میکنه، اشاره میکنم. خب و الله میشه الله، کریمون همونجور میمونه. حالا سوال دوم من اینه، عین محل اعرابی لعبارت ثانیه، محل اعرابی عبارت دوم رو بگید. این دقیقه باشتا فعلیه یا اسمیه؟ میگیم اسمیه بوده، ولی چی اومده؟ نه. ان بیاد، ما دیگه مبتدا خبر چی داریم؟ اسم و خبر. پس با این حساب محل اعرابی کلماتش الله، اسم ان، کریمون، خبره. بچه نکته اصلی ما تو این بخش اینجا آغاز میشه. گوش کن، اگر به ان یه دونه ما بچسبه، به این ما میگن مایه کافه. کافه یعنی کف دست، یعنی اینجا مثل کف دست جلوگیری میکنه این که ان بیاد اعراب الله رو عوض بکنه، یعنی بازدارنده، خونسا کننده، ان رو نابود میکنه. دوباره چی میگیم بگید؟ الله میشه مبتدا و کریمون میشه چی بگو؟ خبر. درسته ان اومده؟ اگه کسی اعتراض کرد آقا ان اومده، اومده، ولی ما باطلش کرده. خب یه سوال، این چه کاریه میکنن؟ این که چه موردها مبتدا خبر داشتی که ان آوردی تغییرات لازم، بعد ما آوردی باطلش کردی. تاکید قوی، نه تاکید معمولی. ما گفتیم بین این شش تا ان یکی از راههای تاکیدها بود، همانا به درستی که فرق تاکید قوی با تاکید معمولی چیه؟ تأکید معمولی شما همانا به درستی که بدون شک قطعا مسلما میتونه نقض بشه. وقتی من میگم همانا مثلا خداوند مهربان است، خب ممکنه حسن و حسین هم مهربان باشن، ولی عزیزای دلم وقتی تأکید قوی داشته باشی یا فقط میاری یا تنها میاری، منحصر میکنی، حصر ایجاد میکنی، اینجا میشه فقط خدا کریم است، تنها خدا کریم است، نمیتونی بگی حسن و حسین هم کریم. حالا خلاصه کنم زیاد حالا احساساتی نشید. بچه ها یادمون باشه انما اگر داخل عبارتی بود شما یا باید تنها بیاری یا باید چی بیاری؟ فقط. تاکید بسیار قوی ایجاد میکنه. جان بودن یه رو دیگه. خب عزیزای دلم بریم بخش دوم درس یک. درس یک دو بخشه. بخش اول گفته شد که در واقع 70% حجم مطالب درس یک بود، حروف مشابه رو بشناسی، معنیشون رو بلد باشی. اثر بچه‌ها لیتا و لعل روی فعل بعد خودشون حتما مهمه، اهمیت داره، و اینکه حالا نیم نگاهی هم به اسم و خبرش. اما دسته دوم از قواعد درس یک لای نفی جنسه. جالبه هم نظام قدیم هم نظام جدید از لای نفی جنس یه چی میخواد؟ اونم تشخیص انواع لا. ما در عربی 4-5 نوع لا داریم که به خاطر امتحان فردا 3 تاشو بشناسی کافیه. بچه ها اولین لا، لای چیه بگید؟ نهیه. بگید نهیه یا ناهیه هم میگن. دومی لای نفیه یا نافیه هم میگن. اصطلاحاتو میگم، اگر زمانی مثلا گفت لای نافیه رو پیدا کن تو بدونی داستان چیه. خب
سومی که عزیز دل ماست، قواعد درسی که ماست، شما بگید. لای نفی جنس، که لا نافیت للجنس هم میگن. خب وظیفه من و شما چیه؟ ما بتونیم اگر داخل عبارتی یه جایی لا اومد نوع لا رو بشناسیم. اصلا سوال تمرین کتاب شماست و خواسته فردا خواهد بود. یعنی داخل عبارت ها لا میارن، میگن نوع لا رو بگو. بچه ها اگر کلمه بعد از لا، گوش کن، فعل بود لا یا نهی یا نفیه، یعنی ربطی به درس ما نداره، چون بعد از لای نفی جنس حتما چی میاد؟ بگی. احسن. حالا اگه بعدش فعل اومد، من از کجا فهم نهی یا نفیه؟ احسن، از تأثیری که در ما بعد میذاره. ساده بگم، اگر بر روی فعل لا بیاد، آخر فعل ساکن داشته باشه یا نونه حذف شده باشه، اون لا رو میگن لای نهیه. نهی عمل میکنه، اثر میذاره، تغییر ایجاد میکنه. ولی بچه ها لای نفیه هیچ تأثیری نداره. نگاه کن لا تذهب و نگاه کن نون هست، لا تذهبونه، اینو میگن لای نفی. اما بریم نفی جنس. نفی جنسی که بعدش یک اسم میاد. اسم چه عرض کنم؟ یک اسم خاص، یک اسم منحصر به فرد، یک اسم ویژه، یک اسمی که از تمام دنیا فقط یه دونه ا داره. یعنی شما اگر جایی لا دیدی بعدش یک اسم اومد که ا داره، اون لا لای نفی جنسه. هیچ وقت اسم لا ازش جدا نمیشه، هیچ وقت ال نمیگیره، هیچ وقت تنوین نمیگیره. جالبه ها، نکره است ولی اجازه تنوین هم نداره. هیچ وقت به اسمی اضافه نمیشه. یک اسم تنها. مثل چی؟ بله، همونجور شما میگی سینگله. بله، مثل لا جهاده که جهاد نفس، لا لباسه اجمن من العافیه، لا الهه الا الله، لا سیفه الا ذوالفقار، لا تلمیزه اندنا، لا معلمه اندسف. پس بچه ها با این حساب من 100 تا مثالم بزنم، اگه لای نفی جنس داشته باشم اسم بعدش فقط یه ا داره، تمام. و یه مسئله دیگه در مورد لای نفی جنس باید بدونی، فراموش نکنی همون جوری که حروف مشبهه ان و اینها اسم و خبر میخواست، لای نفی جنس هم اسم و خبر میخواد. الان جهاده میشه اسم لا، که جهاد نفس میشه خبر لا. هرچند نگاه کتابهای نظام جدید اینجوری نیست. خب یه چی دیگه حتما تو ترجمه لحاظ خواهد بود. بچه ها چرا میگن لای نفی جنس؟ چون بر روی هر جنسی میاد جنسش رو انکار میکنه. در نتیجه گوش کن، لای نفی جنس داخل عبارتی بود، موقع معنی کردن حتما هیچ نیست معنی کنید. هیچ لباسی لا جهاد که جهاد نفس، هیچ جهادی مثل جهاد با نفس نیست. لا لباس اجمل من العافیت، هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. لا اله الا الله، هیچ خدایی یگانه نیست. بچه این درس یک بود. اگه سوالی تا اینجا دارید بفرمایید، من چت های بچه هارم ببینم، بعد خدمت شما عرض کنم که بریم درس دوم. جان لای عطف و لای جواب هم داری؟ مختصر براتون میگم. چشم، هرچند برای امتحان فردا زیاد ملاک نیست. ببین لای عطف، احسن، اولا بعدش اسم میاد، فعل نمیاد. بعد اینکه دو اسم را یا دو جمله رو به هم عطف میکنه، دقیقا کار و رو انجام میده. یه جمله رو میخوام بگم به خاطر شما که میدونم حرف دل شما هم هست. احب العربیت، مگه نه؟ خواهش میکنم. لا الانجلیزیت، ما عربا گه نداریم، به انگلیسی میگیم انجلیزی. عذرخواهی میکنم، نه اینکه شما داریم به خیلی جا رسیدی. خب پس بچه ها عربی را دوست دارم نه انگلیسی را. ببین اینجا هم بالاخره لا هست، بعدش فعل نیومده، پس نهی و نفی نیست، یا نفی جنس یا عطف. حالا از کجا هم عطفه؟ به غیر از اون لای نفی جنس اسم بعدش خاص نبود، منحصر به فرد نبود. دقیقاً خاصه، منحصر به فرد اسم لای نفی جنس، ولی اینجا ال گرفته اصلا. دقیقاً حتی یه لای دیگه هم داریم به نام لای جواب. Yes No Yes بله. خب بچه ها این درس یک، من این بار چت های بچه ها رو ببینم. این جزوه‌ای که برای یکی بچه ها پرسید جزوه رو میتونم داشته باشم، جزوه‌ای که در واقع تدریس امروز فکر کنم بتونیم در اختیار بچه ها. بله، مطالب امروز رو میتونیم در اختیار شما قرار بدیم، مشکل نداره.
اینکه کلاس ریکورد میشه، کلاس ریکورد هم میشه، با آموزشگاه هماهنگ کنید در اختیار شما قرار میگیره. خب بچه ها بریم ادامه داستان. درس دو، باحال ترین درس دبیرستان. اسمش روشه دیگه، چی نوشته؟ حال. قید حالت زبان فارسی. محمد خندان آمد. الان قید حالت رو پیدا کنید. خندان. من دیروز فاطمه را شتابان دیدم. انسان ضعیف خلق شده است. احسن. قید حالت زبان فارسی در زبان عربی حال نامیده میشه. حالا ممکنه شما اعتراض کنید آقا فارسی من فقط از طریق معنی میتونم متوجه بشم، توی عربی من چجوری حالو باید بشناسم؟ بچه ها کلمه‌ای که میاد حال واقع میشه ویژگی هایی داره. چه ویژگی هایی داره؟ گوش کن. اولا یه دونه چیه بچه ها بگی؟ اسمه، یعنی یک فعل نیستا، یک اسمه. دیگه چی؟ سلام قربون شما، بفرمید. خواهش میکنم. خواهش مزاحم که داشت. خواهش میکنم. عربی درسه. سوال بچه ها نه بینه همه خندید. عربی عشقه. درود بچه ها. درست. درود بچه ها. خواهش میکنم. ما چند دقیقه میتونیم مزاحم بچه ها بشیم؟ خواهش میکنم. بچه ها مشکل نداره؟ شور و هیجان ایجاد کنم. مشکل داره؟ مشکل که داره، چون وقتی بحث عربی باشه دیگه. نه دارم میبینن منو یاد شیمی میافتم، بعد چون امتحانای شیمی خیلی نمرات درخشانی هم میگیرن به خاطر هم یکم استرس میگیرم. خواهش میکنم. ما مخلص اختیار دست. خواهش میکنم. فدای شما. بعد این چند دقیقه چشم من در خدمت شما خواهم بود. درودش. خواهش میکنم. خداوند باشه. خب بچه ها اونایی که از کلاس لذت بردن یه منفی دو فلان حساب کنن. اون میکروفون رو هم بدین. آره چش. من الان میارم بچه. من میخوام برم. من الان برم. اول اینکه دعوت ما رو پذیرفتین خیلی خوشحالم. سر کلاس بودیم، بچه‌ای حضوری اینجا هستن، بچه‌ای که بالای تو خونه نشستن و دارن عربی نگاه میکنن. خیلی درس سختی خودش، از شیمی هم حتی سخت‌تره. من خودم هیچ وقت دوست نشم، ولی با استاد خدا یه جور دیگه هستم، میشه یاد گرفت سرعتی و اون روش عجیب غریبی که خود دکتر میگه. بحث بعدی در مورد اول شهراتون رو بچه‌ها من بگم از کجا هستین، پراکندگی چجوریه. بچه فکر کنم دیگه تدریس دکتر رو که دیدیم، نحوه کارشون هم دیدیم، یه چند سورپرایز دارم. من اینکه این سورپرایز های من رو کاغذ میشه، من چون حافظم یاد داره زنگیم چه بخاطر همین کاغذ می‌نویسم. آه این کجا رو هست؟ یکم زوم میکنی بچه ببینن. خب بچه اگر عدمی سفر هستید، اگر هیچی نخوانده اید، اگر نگران نباشید. خب یه برنامه داریم براتون توی 6 جلسه توی یک بازه یک هفته‌ای تا 10 روز بعد از امتحانات ترم کل عربی بر اساس این چیزی که گفته شده و دکتر واقعا توی سالیان سال که دارن کار میکنن، این داستان دکتر تست خیلی مهم بوده برای بچه‌ها و نتیجه هم گرفتن. ادعا نمی‌کنم، نمیگم الان مثلا 6 جلسه رو می‌زنید 80 درصد. خب اما ادعای ما اینه که اگه سر این کلاس ها بشینید با جون و دل گوش بدین و همراه کلاس باشین، نکنید تفکر که الان من کلاس رو میبینم بعدش میرم آفلاینش رو نگاه میکنم، نه، همونجا سر کلاس
با انگیزه حضور پیدا کنی و تست ها رو همراهی بکنی، درس رو یاد بگیری، با چون روزایی که تنشستین هم هستم و فول بشین توی عربی. حالا یکی به ذاتش مثلا 20% میتونه به 60 برسه، 50 برسه، یکی 80 میزنه. خب توی اون بازی که خیلی حرکت کردن اون بازی سخت و داره میره واسه رتبه برتر، تو انسانی داره تلاش میکنه واسه اینکه اونمیشه جمع بکنه توی تجربی. حالا وقتی این 6 جلسه بعد از امتحانات ترمتون برگزار میشه، بچه‌ای که میخوان ثبت نام بکنن مهندس حالا بعد آقای دکتر یه شماره هم بنویسن، دقیقاً مبحثی هم میتونن بچه‌ها ثبت نام کنن، یعنی اینکه مثلا آینه ترجمه مشکل دارن، ترجمه نمیتونن بکنن، میام مثلا جلسه اول فقط شرکت میکنن، توضیحات تکمیلی و بقیه موارد رو حتما میتونید دنبال کنید. انحصاری تاکید میکنم، نگاه کن انحصاری، این کلاس فقط کلاسی برگزار میشه. این از بحث عربی که داشتیم. یه دونه چی بگم، یک اتفاق ویژه که تا به حال توی هیچ کلاسی در ایران حداقل سر کلاس عربی اتفاق نیفتاده، حالا همه منتظر اون داستان سورپرایز ویژه هستن. این اتفاق توی اون جلسات میفته و مطمئنم که لذت میبریم. این را اصلا به منزله یک تبلیغات اینجور داستان نگیریم، واقعا اینطور نیست، ولی فرصت خوبی برای بچه‌هایی که تو عربی ضعف دارن. من این نکته بگم، همیشه همین جا هم گفتم، من در دوره کنکور خودم عربی 3% از عربی بدن میومد، همیشه 3%. اما اصلا دنبال این نیستم که مثلا بگم چون دکتر عشقی الان توی مجموعه ما هست و دوره هم تیم هستیم داریم کار میکنیم، سر این قضیه بگم نه، مثلا من از این کلاس لذت میبرم، واقعا از کلاس لذت میبرم. بچه‌ای که یعنی که اصلا همه میتونن شهادت بدن این موضوع رو که کلاس های دکتر به شدت جذابه و اینکه اون روند سرعتی واسه عربی داره. پس این شد از داستان جمع‌بندی پایان سالتون. حالا برای درس اگر سوالی داشتین که برای عربی هم سوالی داشتین، شماره رو یه صفحه سفید من میدیم مهندس بنویسم. کلی اصلا میگم مشکل دارید. این شماره رو سیو میکنید. اینقدر که اینو گفتم حفظ شد. شماره ثابته ولی واتساپ هم معجزه کلاسیکیه دیگه. بعد اون یه اتفاقی میفته که ما ها اینا رو چی داریم. آقا داره واتساپ رو سیو کن، واتساپ پشت منو. شما اسم چیه؟ محمد. فامیلی نمیگی؟ شیمی درس میده شما؟ اون بهمنشون بوده؟ عرضم به حضور شما اینو که سیف کردین میریمیسی این نقطه اوتس عربی، توضیحاتش براتون حالا ارسال میشه، میتونید ببینین. دکتر جان، آقای دکتر من میخوام برم نمیذارم اینو اصلا باز درس میدم، حضیت بگیم اصلا باز باز یادم ابتدایی بودیم از اداره اومدم یه چیزایی آوردن زرد میشد نارنجی میشد اون یاد این درکی گشت در خدمت شما. همین شما تجربه ریاضی قاعدتا باید همینطور باشه، چرا سوال بپرسم؟ انسانی بودن که شما اصلا باز برو بیرون فلان. خب عرضم به حضور شما ماجیک نرم، ایب که ماجیک نرم، ماجیک بچه ها میدونن در این ماهان شعبان کجا نشستن پرد کردن این ماجیک من رو یادشون. عرضم به حضور شما من دیگه صحبت کتا خوش گذشته دو باید نمیدم باید من رشم نه نه بچه ها اگر از این کلاس کلان که لذت نبوده من میدونم، ولی اگر از این پنجقی که من اینجا افتخار دادم به این حضور پیدا کردم عدد من یه چهاره بفرستی شما دیسلایک بشون بدیم. من بیجا کمه من بیجا میبردم به دوست بیتو نست کنم بسید
کی میمانه؟ میمان مستجاب مهندس بنداز بیرون میمان و مستجاب برسون. این پرسیدی از کجا هستن بچه ها؟ آره ما دورترین دانش آموز، دورترین نقطه‌ای که دانش آموز داشتیم سر این کلاس شهر بسیار زیبا و دانشگاهی زابل بود که بچه ها اینجا حضور داشتن. خیلی مایه افتخار بود. بله واقعا توی این کلاس دیدم بچه ها تنوع خیلی خوبی داشتش از لحاظ شهر و اینها. امیدوارم که فردا 20 بشن با عشق انشاءالله. من دیگه برم. خیلی محبت کردم. مرسی آقای دکتر. قربون شما میشم. اینم بعدا یادتون بگوشم بسیار خب بچه ها میریم ادامه خیلی ممنونه دکتر مرسی میریم ادامه درس پس درس یک ما حروف مشبه بلای نفع جنس بود درس دوی ما در مورد حاله که داشتیم صحبت میکردیم میگیم داستان رو پیش اومد برحال خوب بود یه تنوعی هم شد بچه ها گفتیم حال قید حالت زبان فارسیه گفتیم محمد خندان آمد خندان قید حالت ولی مسئله ای که وجود داره شما تو عربی بخوای حالو بشناسی قید حالت بشناسی ممکنه نتونی اون عبارت رو معنی کنی تا از طریق معنی تشخیص داده بشه باید چه کار کرد؟ باید دنبال کلمی باشی با این ویژگی ها اون کلمی که میاد حال میشه یک اسمه این مسئله اول فعل نیست حرف نیست اسمه یک اسم منصوبه هرچند اعراب برای شما نیست ولی چون کمک میکنه جهت تشخیص حال منصوب بودن رو میگیم منصوب برای حال به تنوین ان میگن به ینه میگن پس بچه ها ان یاونون اعدار یاونون اعدار الفوته اندار یعنی حال کلمه‌ای که حال انتخاب میکنی یا ان ینه ینه آتن داره یعنی آته هم نه ا نشانه منصوبه ولی حال هرگز ا نمیگیره پس حال تنوین ان یانون ادار یانون ادار آتن حالا این مسئله که پیش میاد چرا حال تنوع اعراب داره اگه گفتیم بچه ها چرا حال تنوع اعراب داره به خاطر اینکه گیر مرجع حاله یعنی بستگی داره حالت کیو میخوای بگی اون کیه اگه مذکر باشه نه مذکر مؤنث باشه ت میگیره حال مثنا باشه ینه میگیره مرجع حال جمع باشه اینم ینه میگیره جمع مؤنث باشه آتن پس در واقع مرجع حال گیر ذوالحاله مرجع حاله تعداد جنسش رو نگاه میکنه و اون وقت اعراب میپذیره پس اسم دیگه چی منصوبه دیگه چی بی ال حال هرگز ال نمیگیره خیلی خوبه یه چی غیر درسی بگم معمولا حال اواخر جملات میاد یک اسم بی ال و منصوبه این شاخص ترین ساده ترین خب پس بچه ها هرگز حال ال نمیگیره مهمترین ویژگی حال مشتقه این قضیه مشتق منظور من اسم فاعل اسم مفعول اینجور داستان هاست بچه ها اسم فاعل چه شکلیه یا مو حرف اولش مو داره ما قبل آخرش ا یا بر وزن خود فاعل اسم مفعول چه شکلیه یا بر وزن مفعول یا مو ا یه مشتق دیگه به نام صفت مشبهه که معروف ترین وزنش فعیله مثل شریف مجید خلاصه کنم زیاد نمیخوام گیر بدیم به مشتق بودن برای نظام قدیم مهم بود چون موضوعاتی بود به شدت شبیه حال مثلا موضوعی رو اونا میخوندن به نام تمیز تمیز به شدت شبیه حال بود ببین اسم بود منصوب بود بی ال بود تمام ویژگی‌های حال رو داشت فقط یه تفاوت حال مشتق بود یعنی اسم فاعل مفعول اینها میشدن حال تمیز جامد بود چون شما اون بحث تمیز رو دیگه حذف شده نمیخونین زیاد من نگران این که مشتق جامد رو بلد باشی نیستم یه مسئله دیگه یه خبر دیگه فقط در جملات فعلی میاد یعنی شما هر جا ادعا بکنی اینجا من حال دارم حتما قبلش باید یه فعلی وجود داشته باشه بچه اینا توضیحات کلی بود حالا من میخوام بعد حال جمله هم داریم که مثال خواهم زد حالا فعلا حالهای مفرد رو پیدا کنیم توجه کنیم کمکم کنید جا الرجل زاهکن همیشه از چاشنی معنی استفاده کنید بهتون کمک میکنه ببین جا الرجل زاهکن بچه ها معنی میکنم این مرد خندان آمد بچه ها ظاهرشو ببینیم ظاهک اسمه ظاهک منصوبه ظاهک ال نداره ظاهک بر وزن فاعله ظاهک در جمله فعلی اومده دیگه چی میخواین مثال بعدی نگاه کنید مثالی میزنید تو کتابا هست ارجی الی ربک راضیتن مرضیتن حال یک حال دو تا اینجا حال داره در ضمن تشخیص مرجع حال هرگز سوال نیست جز اهداف کتاب نیست ولی کنکور غیر مستقیم به شدت از مرجع حال استفاده میکنه ولی برای امتحان فردا اصلا اولا شما نگران تشخیص مرجع حال نباشید و
بچه ها جا الامرأتو زاهکتن. آقا چرا اینجا گفتی زاهکن؟ اینجا گفتی زاهکتن؟ اینجا دارم حالت یک مرد رو میگم، اینجا دارم حالت یک زن رو میگم. خب بعث الله الانبیاء مبشرین، یادتونو گفتم حال ینه هم میگیره، به خاطر همون مبشرین هم میشه حال. مو هم داره، تمام کلمات دیگه مو دارد، مشتقند، خود مشتق مشتق به جز یه وصل که مهمی. اما بچه ها یه مسئله دیگه، من یه مثال فارسی میگم شما قید حالت رو بگی. محمد خندان آمد، قید حالت کدومه؟ حالا یه جمله دیگه، محمد در حالی که میخندید آمد، اینجا قید حالت کدومه؟ در حالی که میخندید. ولی شما ایرانی ها با این نگاه در حالی که میخندید رو حال حساب نمی کنید. ولی بچه ها ما عرب ها اینو حال حساب میکنیم، بهش میگیم حال چی؟ جمله. ولی خوشبختانه تشخیص حال جمله چون نشانه های بخصوص داریم بسیار ساده است. میدونی چرا؟ چون همیشه خدا با و ضمیره. ببین جا الرجل و هو یضحک، صاح الفارس و هو قد یأس من فرسه، یعنی و هو و هی و انت و نحن و مثلا انتم، دیدی حتما اونجا چی داری؟ حال. و نوع حالش هم میشه حال جمله. توجه توجه، اگر به صورت کلی بگن حالو پیدا کن، جمله حالیه دیدی حال، زاهکتن و مبشرین و راضیتن و مرضیتن هم دیدی حال. اما بعضی موقع سوالو ریز میکنه، آقا حالو پیدا کن، بگو مفرد یا جمله. واو ضمیر بود و هو و بهیه و انت و انا و نحن بود حال جمله است، وگرنه حال مفرد. بچه اینم درس دو. یه نکته دارم بگم و دیگه میخوام از این قسمت هم بگذاریم بدیم درس سه. درس سه، درس 34 خب شما میدونید مهمترین اند، گفتم تقریبا 70% باره به امتحان فردا از نیمه دوم کتابه. خب بچه ها به این سه تا مثال توجه کنید. یک دو سه. جمله اول میخونم گوش کن، رأیت التلمیز المسرور. جمله دوم، رأیت التلمیز مسرورن. جمله سوم، بعد اینجا یه اشتباه در واقع تایپی هست، من اصلاح کنم. بله خب بچه ها یه بار دیگه میخونم. عبارت اول، رأیت التلمیز المسرور. عبارت دوم، رأیت تلمیزن مسرورن. عبارت سوم، رأیت التلمیز مسرورن. بچه ها صحبت من اینه، کدوم این مسرورها حاله؟ اولی دوم یا سوم؟ سومی. چرا؟ خب اگر این دوتا حال نیستن چی هن؟ صفت هن. عموماً این حرف من درسته، دوتا کلمه ال دار بغل هم دومی صفت، دوتا کلمه بی ال بغل هم دومی صفت. بچه نگاه کنین، ال تلمیز ال مسرور شد صفت برای، اصلا حال که هرگز ال نمید. بچه ها رأیتو تلمیزن مسرورن، تنبینن تنبینن، اینم صفت برای. اما اینجا نگاه کن، رأیتو التلمیزم مسرورن، مسرورن این ال داره این نداره، نمیتونه صفت باشه. خب صفت نیست چیه؟ میشه حال. و به معنیش هم توجه کنیم، برای امتحان فردا میتونه ملاک باشه. خب این که صفت دیگه، دانش آموز خوشحال را دیدم. دومی چون نکره، دو تا نکره یکی باید دیگه بگیره، دانش آموزی خوشحال را، یعنی اون صفت بودن باید حس بشه. ولی سومی حال، بین دانش آموز و خوشحال فاصله بنداز، دانش آموز را خوشحال دیدم. پس بچه ها این شد ها. اینم درس دو. بریم درس سه. درس سه و چهار براتون گفتم که هم بارم بالاتری دارن، هم بسیار شیک و ترتمیز و عالی هن، و نسبت به درس یک و دو یکم شلوغی داریم، شلوغی رو هم ندارم. خب من یه بار چت های بچه ها رو ببینم اگر سوالی باشه. خب آقای آزادیان پرسیده که سوالات چجوری خواهد بود. من این سوال آقای آزادیان عزیز رو بهانه کنم یه مسئله رو برای شما بگم. خیلی از بچه‌ها تا این چند روزه از من پرسیدن آقا این قضیه هستیات چیه؟ بچه‌ها توی عربی شما که کلن 4 درسه شما منتظر هستیات نباشید. اون مسائلی که گفته بود، حالا چرا میخندید؟ اون مسائلی که گفته بود یه سری اصلا از قبل هست بود، البحث العلمی اونجور داستان هست بود، نیاز به گفتن نبود. مهمترین اتفاق این بود، قرار بود از در واقع ترجمه تمرین ها سوال نیاد، ولی برای انسانی اومد. چقدر داد زدیم بچه ها اینا نامردن ها، اینا شما رو درک نمی کنن ها، به حرف اینا تکی نکنین ها، اعتماد نکنین ها.
بخونید. حرف گوش نکردن و خیلی آسیب دیدن. حالا خلاصه کنم براتون. شما اگه زحمت کشیدین خوندین، این 4 درس برای تمرین هم وقت بذار، معنی تمرینی که مثلا از سمک المدفون، این متن‌های کوتاه فوق‌العاده‌ن، یعنی جای سوال دادن دارن، جای زدن دارن، اینجوری بگم براتون. پس با این حساب ما حسیات نداریم. امیر جان اینو بگم، شبیه ترین سوال به سوال فردا در واقع آزمون 90، می‌خواستم اون تست کنکور خرداد پارسال، یعنی اگر می‌خوای ببینی فردا چه جوری سوال میاد، خرداد پارسال رو نگاه کن، امروز هم با هم کار می‌کنیم. ساختار همونه، کلمات، واژه‌ها، عبارت‌ها ممکنه حذف بشن، عوض بشه. خب بچه‌ها بریم درس سوم، الاستثناء. استثناء با چی شناخت میشه؟ بگید، کمک کنید. الا. الا چه معنی داره؟ مگر به جز. یه مثال فارسی میزنم، یه مثال ساده میزنم. همه بچه‌ها اومدن یه قانون کلی. به جز محمد. یه قانون کلی گفتم، درسته؟ همه بچه‌ها اومدن به جز چی؟ به جز کی؟ محمد. این استثناء. همه درس‌ها رو دوست دارم بخونم، به جز چی؟ شیمی. واسه میگم هویت. شنیدم متلاشی کرده، هویت شما رو جابجا کرد، درسته؟ اینه. انسان‌ها همیشه از جایی که انتظار نداره. تک ماده می‌زنی؟ بسیار خوب. بچه‌ها ببینید، وقتی ما میگیم همه درس رو دوست دارم بخونم، حالا در مقام مثال بجز شیمی، شیمی جز همه درس‌هاست. همه بچه‌ها اومدن بجز محمد. محمد جز همه دانش آموزاست. آره. حالا اینکه مستثنا و من داریم، الا داریم و مستثنا داریم، مستثنا من همون دانش آموزانه، مستثنا محمد، مستثنا من درس ها، مستثنا شیمی. یعنی همیشه مستثنا که بهش مستثنا به میگن جزئی از مستثنا منهوه، این یادتون باشه. خب پس مفهوم مستثنا، مستثنا من رو فهمیدیم. بچه ها جمله‌ای که داخلش الا باشه و استثنا دو تا اسلوب داره. اسلوب یعنی روش، ساختار. اسلوب استثناء، اسلوب حذف. فردا سواله. دو سه تا جمله می‌نویسن، کجا اسلوب حذفه، کجا اسلوب استثناء، باید بتونید تشخیص بدید. بسیار ساده. گوش کن، هر وقت عبارت قبل از الا مثبت بود، اسلوب استثناء. همین. هر وقت عبارت قبل از الا منفی بود، اسلوب حذفه. مفهومه؟ ساده است، درسته؟ مثال نگاه کنید. کل شیء هالکن الا وجهه. بچه‌ها این الا قبل الا مثبت یا منفی؟ مثبت. بچه‌ها این الا قبل الا مثبت یا منفی؟ مثبت باشه چشاتو می‌بندی میگی اسلوب استثناء. بریم اسلوب هست. اسلوب هست قبل الا چیه؟ بگو. منفی. نگاه کن، ما جاء الا علی، ای منفیه، پس اسلوب هست. لا تقل الا الحق، منفیه، اسلوب هست. لا اله الا الله، منفیه، اسلوب هست. پس اگر قبل از الا مثبت، استثناء، منفی، اسلوب هست. تا اینجا همه چی آرومه؟ خسته‌ها خوابیدن؟ دقیقاً، میخوام خوابتون بپره، دقیقاً. آفرین. بچه نکته. خوب توجه کنید، عزیزای دلم. این که ما گفتیم قبل از الا مثبت باشه، اسلوب استثنائه، این حرف ما 100% درسته و هرگز نقض نمیشه. این که ما گفتیم قبل از الا منفی باشه اسلوب حذفه، این حرف ما 90% درسته، 10% خطا میزنه. امتحان فردا که جای خود برای کنکور مینویسم، امضا میکنم. استثناء سوال بیادید، اصلا شک نکنید. یعنی چی؟ یعنی این که 10% جملات، خوب دقت کنید، با اینکه منفی ان ولی از اسلوب حذف خارج میشن. چرا؟ خوب دقت کن، به اسلوب استثناء میگن تام، کامل. من دارم میگم ها، شما هم بدونید، تو کتابا نگفته. چرا؟ یه سوال، کل شیء هالکن الا وجهه، میپرسم پاسخ بدید، مستثنا کدومه؟ کدوم کلمه مستثناه؟ بگید. وجهه. وجهه جز چیه؟ کل شیء. کل میشه مستثنا منه. باریکلا. جمله بعدی، جاء التلامیذ الی واحدن، مستثنا کدومه؟ بگید. احسن، واحدن. مستثنا منه کدومه؟ تلام. اون یه نفر هم جز دانش آموزاست دیگه، چهره او جز کل شیئنه دیگه. یعنی شما مستثنا منه داری، الا داری، مستثنا هم داری. حالا اتفاق مهم اینه، به اسلوب هست میگن ناقص. میدونی چرا؟ دقیقاً به خاطر اینکه اسلوب اگر هست باشه، شما مستثنا منه نداری.
الان بچه ها کهریون جزو کلوشه اینه، اون یه نفر جزو دانش آموزه، اینجا علی جزو چه؟ جزو نیامده؟ رب نداره، حق جزو نگوه، معنی نداره، الله جزو الهه، شرک اصلا. پس با این حساب ما در اسلوب هست مستثنامن بگو نه. حالا بگذارید بریم سراغ نقطه خودمون، درس سه هم تمام بشه. بچه گوش کنید، گفتم قبل از الا مثبت باشه 100% اسلوب استثنائه، ولی قبل الا منفی باشه 90% اسلوب هست. اصلا منفی رو برای هست کنار بذار، ولی یه نمه حواست باشه. گاهی مثل عبارتی که نوشتم ما طالعت و کتابن فی المکتبه الا العربیه. بچه ها ظاهر قضیه منفی هست یا نه؟ اصلا نه ظاهر، واقعیت منفیه دیگه، ما طالعت مطالعه نکردم. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این منفیه، ولی مستثنامن داری، دیگه مطالعه نکردم کتابی را در کتابخانه جز عربی. عربی جز چیه؟ آره ما فیزیک داریم، شیمی داریم، ریاضی داریم، زبان داریم، عربی هم داریم، پس عربی جزی از کتابه. حالا تکلیف چیه؟ به نظر شما ما اینو اسلوب استثناء حساب کنیم یا حذف؟ احسنت. پس فردا اگر دو تا سه تا جمله به شما داد گفت کدوم حذف نیست، تعجب نکن، یکی از اون جملات با وجود منفی بودن مستثنامن داره. این حواستون باش، این مهمترین نکته است که فردا امتحان خواهد. نه به البته مفهوم بله تاثیر داره. خب اصلا یه مثال دیگه می نویسم، نگاه کن، مثال کتاب ها لا تعلمو زمیلاتی اللغت الفرنسیه الا عطیه. ببین آقا لا اومده یا نیومده، منفی است یا نه؟ همیشه منفی بیاد بنا رو بر بنا رو بر هست میذاریم، ولی وقتی دقت میکنیم این گفته که یاد نمیگیرند هم کلاسی های من زبان فرانسه را جز عطیه. عطیه جز کیاست بچه ها؟ هم کلاسی ها. با وجود منفی بودن چون مستثنا من داری میشه اولی، میشه اسلوب استثنا. خب یه چی دیگه بگم بچه ها و از درس سه هم بگذاریم بریم نمو سوال، اونم اینه که موقع معنی کردن جملاتی که درس یک دارم مرور میکنم این ندارن، شما باید چیکار کنی؟ حرف بزن. باید چیکار کنی؟ تاکید کنی. اگر انما باشه که تاکیدی چی میکنی؟ قوی. آره میریم درس دو. درس دو بحث حال. حال اگر مفرد باشه در زبان فارسی مثلا میگیم خندان، یا آن میدیم یا با میدیم. اگر جمله باشه با در حالی که، دانش آموز اومد در حالی که میخواد. بریم درس سه استثناء. بچه‌ها هدف از درس سه اسلوب حصره. ببین چی میگم، هدف از درس سه اسلوب حصره و هدف از اسلوب حصر تاکیده. تاکید قویه، همتراز با انماه. چجوری انما فقط تنها میابردی؟ ما جاء الا علی رو میگیم منفی در منفی مثبت، مثبت معنی میکنیم برخلاف ظاهر، ولی روی کلمه بعد از الا فقط میاری، تنها میاری. بهتره نگیم نیامد جز علی، بگیم چی؟ فقط علی آمد. بگو بگیم چی؟ فقط علی. بهتره نگیم نگو جز حق را، بگیم چی؟ فقط حق را. آره پس ببین درس چهار هم اتفاقا تاکیده، بیشتر درس های عربی دوازده هم بحث تاکید در میانه. پس با این حساب اگر عبارتی داخل سوالاتی که میده و معنیشو میخواد، یا یه جمله میده دوتا معنی میخواد، الا دیدیم منفی، اونی که تاکید داره رو انتخاب. بریم درس چهار، بحثی با عنوان مفعول مطلق که از همه درس‌ها ساده‌تر. اینو میگیم بعد با هم یه نمونه سوال هم کار. بچه ها ماجرای مفعول مطلق چیه؟ آره ویژگی‌هاشو ببین، یک مصدر منصوبه. مفعول مطلق تنوع اعرابی زیادی نداره برخلاف حال، یا ان یا اه، یکی از این دوتا. بچه ها هرگز بگو بشنوم ال نداره، هرگز هرگز. مثل حالم، آره حال هم ال نداشت دیگه، درسته؟ حال ال نداره، مفعول مطلق هم ال نداره. اما از همه مهمتر چیه؟ اگه گفتید آفر، این شاخصترین ویژگی مفعول مطلقه، از جنس فعل خودش. بگین یه بار دیگه، از جنس فعل خودش، از ریشه فعل خودش، هم خانواده فعل خودش. خب حالا در جمله فعلیه میاد اینجور داستان ها، اینکه مصدر است تو اینجور داستان ها برای امتحان فردا به شما آسیب نمیزنه. شما اینو برای مفعول مطلق بدونی تمامه، این که از ریشه فعل خودشه. یه مسئله دیگه به درد ترجمهش میخوره، مفعول مطلق به دو هدف میاد، یا تاکید روی
یا شکل انجام فعل. اگر تأکید رو فعل باشه بهش میگن مفعول مطلقه، اگر شکل انجام فعل باشه بهش میگن مفعول مطلقه نوعی. پس مفعول مطلق دو نوع شد، تأکیدی و نوعی. حالا بچه‌ها بریم بقیه حرفام رو مثال بزنیم. جمله رو میخونم توجه کنید. نزل الله قرآن تنزیلا، مفعول مطلق کدوم حرف بزنید؟ نزل الله قرآن تنزیلا، مفعول مطلق کدومه؟ تنزیلا. اسپر صبرا جمیلا، مفعول مطلق کدومه؟ صبرا. بچه حرف بزنید. اسپر صبرا جمیلا، مفعول مطلق کدومه؟ صبرا. جاهد فی سبیل الله جهاد الابطال، جهاده. ضربت و ضربا و کلمت معه، ضربا. کلم الله موسی تکلیما لهدایته، تکلیما. چند تا میگم بگید؟ یختلفو بعض و ان بعض اختلافان کبیرن. یطمئن قلبه اطمینانا تاما، یقوس فی اعماق البحار قوسا اکثر من معتمترا. بارک الله. پس تشخیص مفعول مطلق بسیار ساده است. این که از ریشه فعل خودشه میشه مفعول مطلق. خب یه مسئله مشخص کنم. یه مسئله الان باید مشخص بشه. ما از کجا بدونیم مفعول مطلق تأکیدیه یا نوعیه؟ آها بگو، حرف بزن. خب حرف شما رو من یه جور دیگه میگم. اونی که به عنوان مفعول مطلق ما انتخاب میکنیم، اگه بعدش چیزی نیاد میشه تأکیدی، اگه بعدش چیزی بیاد میشه نوعی. الان نزل الله قرآن تنزیلا، آخرین کلمه است، میشه مفعول مطلق تأکیدی. اگه بعدش چیزی بیاد، اون چیزم یا صفت یا چی؟ مضاف الیه. همیشه مفعول مطلق نوعی میشه یا با صفت یا مضاف الیه. اسم صبرا جمیلا، چون بعد از صبرا جمیلا اومده میشه مفعول مطلق نوعی. جاهد فی سبیل الله جهاد الابطال، الان جهاده میشه مفعول مطلق نوعی چون بعدش ابطال اومده. اما بچه ها مسئلتون، مسئلتون آقای دکتر میدونی یعنی چی؟ آره دانشجوها اینا ان شاء الله دانشجو بشن تو دانشگاه با استاد. بله بله بله. مثلا شما میگن استاد ما سوال داریم، حالا دختره یه جور دیگه میگن، پسره یه جور دیگه میگن، بعدا صحبت میکنیم. ولی طلاب میگن که مسئلتون، مسئلتون این سوال اشکال شرطی داره. نه نه اصلا سوال داریم، نه اصلا قضیه رو حاشیه دار نکن. سوال داره، سوال داره، مثلا اینو دوباره توضیح میگم. مثلا نه نه اصلا ربطی نداره. دکتر یه سوال چند جمله من تکرار جان مسئلتونی هست بفرمایید. آقا ببینید سوال من دکتر، نه خواهش میکنم بفرمایید. آقا من میخوام از بعد دکتر میخوام بپرسم. بفرمایید. دکتر من نمیدونم دکتر، نه من نمیدونم. من در خدمت شما هستم. ولی ریاضی هم نشه. بستگی داره با کی باشه، بستگی داره با کی باشه دیگه. بله صد در صد. ریاضی با کی باشه؟ بله دیگه. نه نه. خب اجازه است؟ خب پس بچه‌ها ما از کجا بفهمیم مفعول مطلق تأکیدی یا نوعیه؟ اگه بعد چیزی نیاد میشه تأکیدی، بعد چیزی بیاد نوعی. اما بچه‌ها یادتونه توی استثناء گفتم می‌نویسم امضا می‌کنم سوال استثناء چی خواهد بود؟ آره توی مفعول مطلق این داستانو داریم. ببین پرتراکنش‌ترین تست از بحث مفعول مطلق احتمالش برای امتحان فردا کمه، نه اینکه نباشه ها، یکم احتمالش کمه. پرشانس ترین تست از مفعول مطلق این دوتا مثال. یعنی چی؟ یعنی منی که گفتم اگر آخرین کلمه باشه میگیم تأکیدی، بعد از مفعول مطلق چیزی بیا نوعی، در دو حالت نقض میشه. در چه حالت؟ احسن. اگر بعد از مفعول مطلق شما مثل ضربت و ضربن و ذهبت و معه چیزی بیاد ولی اون چیز با واو شروع بشه، با حروف عطف واو فاوس و یا حروف جر کلم الله موسی تکلیما لهدایته، الان له، آره با حروف جر له ب که الا فی حروف جر آغاز بشه، گوش کن، با وجود این که بعد چیزی اومده مفعول مطلق شما همچنان تأکیدیه. خب یه چی بگم و تمام. اونم طریقه ترجمه جملاتی که مفعول مطلق دارن. گفتم درس یک تأکید بود، درس دو فقط حال حالت میگفت، درس سه استثناء تأکید بود، درس چهار هم مفعول مطلق 50% تأکیده. 50% اصلا تأکید نیست، شکل انجام فعل. بچه یه چی بگم و تمام. موقع معنی کردن جملاتی که مفعول مطلق دارن اینو به ذهن بسپار، لفظ مفعول مطلق انگار نیست، انگار نیست، انگار نیست. یعنی چی؟
یعنی تو به هدف بکن. هدف از آوردن مفعول مطلق چی بود؟ اینو بخون. تاکید روی فعل، نه فاعل نه مفعول. تاکید روی چی؟ بگو بشنوم. فعل یا احسن. به هدفت فکر کن. الان اینجا تاکیدیه. میگم نازل خداوند قرآن را قطعا نازل کرده است. اصلا واژه تنزیلن رو کار ندارم. بهانه میکنم به هدف خودم. روی فعل تاکید میکنم. مسلما یقینا قطعا فقط هیچی میارم. اما اگر نوعی بشه بعد صفت بیاد آسون ترین قسمت داستانه. تو مفعول مطلق و وردار ما بقیه معنی اسپر صبرن جمیلن. انگار صبرن اینجا وجود نداره. صبر کن به زیبایی. همین. به زیبایی صبر کن، به نیکی صبر. ولی اگر با مضاف الیه نوعی بشه یه زحمت. مثل مانند بیاد. جهاد کن در راه خدا مثل قهرمان. خب بچه ها بریم یه نمونه سوالم با هم ببینیم. من یه بار چت های بچه ها رو ببینم اگر سوالی باشه. خب بله حتما. یکی از بچه ها گفته که آیا همین موارد. ببینیم بچه ها با اطمینان میگم برای قواعد درس 1-2-3-4 عربی 12 هم فراتر از این نخواهد بود. ولی آخه میدونید داستان چیه؟ از مجموع 20 نمره‌ای که شما فردا امتحان قرار بدید نصف به قواعد و تمانین ربط داره، نصف به ترجمه ربط داره. پس حواستون باشه. علاوه بر گفتار قواعدها با من، یعنی واقعا چیزهایی گفتم همین است. شاهدش هم شما میخواید مطمئن بشید خرداد 99 رو نگاه کنید که امروز هم با هم میبینیم، شهریور 99 رو نگاه کنید، سالهای پیش نگاه کنید، همش همین چارچوبه. به هیچ وجه نگران نباشید. ولی بود ترجمه هم شما در نظر داشته باشید. خب خانم حسنپور پرسیده که دوباره مورد دوم رو بگید. خب بچه ها یه نکته اینجا داشتیم. گفتیم گاهی بعد از مفعول مطلق یه چی میاد، ولی اون یه چیه با حروف عطف آغاز شده یا با حروف جر آغاز شده. خب ظاهر قضیه نشون میده یه چی اومده، ما بگیم نوعی. ولی وقتی با حروف عطف، یعنی بعد از مفعول مطلق و ف اومد، یا بعد از مفعول مطلق ل فی الا الا اومد، شما فرض کن هیچی نیومده و مفعول مطلق رو همچنان تاکیدی حساب کن. این مسئله‌ای که شما باید بدونید. خب بچه‌ها بریم یه نمونه سوال با هم ببینیم. بچه ها نمونه سوال رشته ریاضی و تجربی روزانه برای خرداد 99 رو با هم بررسی میکنیم. در ضمن فقط حل نمونه سوال نیستا، بهانه میکنیم یه سری مسائل هم برای شما مطرح، هم با تیپ سوالات آشنا میشیم، سوالا رو با هم بررسی میکنیم، هم یه سری مسائل که به عربی 12 هم ربط نداره گفتم پایه است اونا رو براتون. بچه شروع. یک، ترجم کلمات التی تحت خط. بچه ها جملاتی رو نوشته، زیر داخل هر جمله زیر کلماتی رو، یک کلمی رو خط کشیده، معنی این واژه رو خواسته. این که جمله است به نفع شماست. اگر معنیش یادتون رفت، معنی واژه رو بلد نباشید، طبق جمله میشه حد زد. حالا شما کمک کنید سریع بریم. ولد فی اسوان و نشأ فیها. نشأ یعنی چه بچه ها؟ رشد کرد. آره زحمت کشیدیم. میگه در اسوان متولد شد و در آن رشد کرد، بزرگ شد. ان الغضب مفسدتون. مفسدت میشه، مفسده در فارسی میگیم دیگه، یعنی مایه تباهی. جیم، لجع النبی الى غار سوره. آره ملجع در زبان عربی میشه پناهگاه. لجع یعنی پناه بر. در ضمن خواهش میکنم از طرف تمام دبیرهای ایران خود شیرین نباشید. میدونی چرا؟ خود شیرین ها رو ما دوست نداریم. دانشجوان میگه خب دیگه من بیام دل دبیر رو ببرم، نمیدونه که پشت داره میخوره. کل جمله رو برمی‌داره معنی. آقا نمیخواد، ما نمیخوایم، من میخوام تصحیح کنم، اصلا پسام ندارم، میخوام سریع تموم بشه، جمع بشه، فقط چیزی که خواسته. شیک تر تمیز جواب بدی باشه. قولا بریم دوبو. عین المتضاد و المترادف. الصراع یعنی چی؟ استرا میشه آره درگیری، دعوا. اصدقا از ظروف. ظرف اینه چی؟ قابلمه، مایتابه، بشقاب. چی؟ ظروف اینه موقعیت. آره ظرف یعنی موقعیت، ظروف یعنی موقعیت ها. النزاع هم الاعدا، النزول هم نازل شدن. حالا یه مترادف پیدا کنین، اسرا و نزاع. یه متضاد پیدا کنین، استقاء و عد.
سه این کلمت القریبه با قین کلمه‌ای که به بقیه ربط نداره اینو معنی واژه است تا به ارتباط معنایی داره سیارات یعنی چی ماشین ها جمع مؤنث سیارات الجرارات جر... هیچ وقت فکر کردین چرا به تراکتور میگن تراکتور 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 میگن درسته عربا میگن جرارات میگن چرا چون جرجر میکنه دیگه آره حالا تو تبریز میگن یا شاسی آذربایجان میگن چی تراکتور اینی خی و جی و کله قاطی میشون قضیه خب از ذکریات خاطرات حافلات آره حافلات میشه اتوبوس و حافلات میشه اتوبوس ها کدوم به بقیه ربط نداره بله نه همینه همینه فقط اصطلاحات عوض میشه خیلی از عبارت ها میکنه تکرار هم بشه اینم بگم خب بچه ها سوال چهار پربارمترین سواله چندین جمله بسیارن چند نمره یک دو سه چهار پنجونیم شیش نمره باره میشه یه سفارش گوش کن اینی که قرار جز حسبیات باشه بیشتر مد نظر این سوال بود یعنی قرار بر اینه این جملات از تمرین ها نباشه ولی گفتم اعتماد نکنید امکان داره باشه امکان داره از معانی سوال بود حالا بچه ها یه سفارش اگر خوندی لا ییأس من روح الله الا قوم الکافرین کافرون اگر بلدی بنویسید اگر عبارتی به شما دادند معنیشو بلد نبود نمیگم از همسایه این برانور من چه حرفی ندارم ولی یه چی بنویس یه چی ببا سه چهار بار کلمه رو بخون بنویس چرا بعضی موقع شما نیم نمره 25 صدم نیاز داری به یه معدلی برسی خدا اینا کرده به 10 برسی نعوذ بالله من قضا تو به 7 برسی همین احتمالات هست دیگه سیلی طوفان زلزله سونامی پس هیچ سوالی رو بی جواب نذاری یعنی دست من تراسو مصحح امتحانات باز بذارید چون ما دشمن شما نیستیم ما میخوایم نمره خوب بگیرید و یه بهانه یه 25 صدم این 25 صدم ها میشه دو نمره در مجموع مثلا پس هیچ سوالی بی جواب نذارید حوصله بخرجید تا آخر امتحان بنویسید بمونید حالا یه چی دیگه در مورد این تمرین در مورد این سوال صحبت کنم بارمش بالاه بچه‌ها این جملات اکثرا ربط داره به قواعد نگاه کن لا ییأس من روح الله الا قوم استثناء نگاه کن ای حساب الناس ان یترک حالا این به امثال کمتر ربط داره لا تهنوا لا جمله حالیه رو نگاه کن درسته یا بنیتی قارو یقع فوق جبل مرتفع حالا اینجا به امثال ربط نداره دیگه ان اومده یا ان اومده یعنی لای نفی جنس اومده آره بیشتر این جملات هر چند گفته معنی ولی به قواعدها ربط دارن حالا چند تایی رو معنی میکنیم الان ما اینو دو جور میتونیم معنی کنیم ناامید نمیشود از رحمت و مهربانی خدا جز قوم کافر ولی من دبیر زندگی میکنم دانش آموز بنویسه فقط قوم کافران از رحمت خدا ناامید میشوند یعنی به من تلنگر میزنه بلد اما این اسلوب حسرها منفی در منفی مثبت متوجه اشکال نداره اونم معمولا ما به قول معروف سخت نمیگیریم یعنی ما میگم من نه ما دبیرها دبیرها تصدیق کنندن دیگه حالا دیگه بعدن حتما چشم حتما باعث تو کلاس تموم بشه نامر ها پس بچه با ادامه داستان من دیگه برای این وقت نمیذارم سوال شماره 5 ترجمه الافعال و کلمات تالیه لطفا توجه کنید شاهده معنیشو گفته دید حفظه معنیشو گفته دید چرا معنیشو گفته میخواد به شما بگه آقا معنی واژه برای من مهم نیست میدونی چی برای من مهمه این مهمه لم ماضی نقلی میسازه ماضی نقلی منفی میدونی چی مهمه قد ماضی نقلی مثبت میدونی چی مهمه این که این شاهدو امره ماضی نیست میدونی چی مهمه کانه با مضارع ماضی استمراری میسازه میدونی چی مهمه اسم فاعل درست معنی کنی اسم مفعول درست معنی کنی حالا با هم بریم شاهده دید لم یشاهد مشاهده نکرد یا مشاهده نکرده است به جان شاهدو لطفا ببینید مشاهده کنید المشاهد مشاهده کننده حفظه حفظ کرد قد حفظه حفظ کرده است مثبت کانو یحفظونه حفظ می کرد ماضی استمراری المحفوظ اسم مفعوله حفظ شده یعنی تشخیص قواعد فی الواقع بچه ها سوال خب سوال 6 بچه ها لطفا توجه یه جمله عربی معنیشو نوشته
معنی بعضی از کلماتش رو ننوشته. کشاورز تمنا، آرزو کرد. آره. لیتا هاش، این که ننویسی شاید، درسته؟ بعد بچه ها بعد از لیتا ینزلو اومده یا نیومده؟ ینزلو یعنی میبارد، ولی چرا گفته ببارد؟ چون بعد از لیتا لعل مضارع بیاد التزام و بقیه هم همینجور. سوال هفت خیلی جالبه، انتخاب صحیحه فی ترجمه. ببین اینو یه پیشنهاد دارم، یه جمله عربی دو تا فارسی، قبوله؟ شما عربی رو نخونید، فارسی ها رو بخونید، مقایسه کنید، اختلاف پیدا کنید. ببین قاسم را، قاسم را عربی رو اشاهد و ماضی یا مضارع، پس میشه قاسم را میبینم، پس اولی شد جواب و بقیه هم همینجور. یا حالا بعدی نگاه کن، عربی رو کار ندارم، این خرافات در دین مردم، این خرافات در دینهای دین، دینهای ادیان، دینها. جواب شد دو. بریم سوال هشت. خب بچه اینم باز معنیه تدین، معنی کنید. من عمدن رو میگم بگید، شاید فردا همین واژه ها باشه. از تدین دین داری. یزیقو، زیق وقت شنیدید؟ تنگی وقت، کم بودن وقت. آره دقیقا. یبتعدو، دیر میشود، دور میشود. از جرارت که اونجا هم داشتیم، تراکتور. الموقف، احسن، ایسکا. بعد گفته دو کلمه اضافن، کل و آئن، هر ظرفی جای خالی، از آن چه در آن قرار داده میشود بجز ظرف، هر ظرفی پر میشود، تنگ میشود. پس این میشه برای شماره چند؟ یک. ان جای خالی فطریون، تدیان فطریون، جای خالی سیارتو نستخدمها فی العمل، ماشینی که برای کار در کشاورزی میشه چی؟ احسنت. سوال شماره 9، ابحث عن الاسماء التاليه بالجمل. آها اینو بعد یه توضیح بدم بچه‌ها، اسم مفعول پیدا کن، اسم فاعل پیدا کن، اسم مبالغه پیدا کن، اسم مکان پیدا کن. این ربط داره به 10 و 11. حالا اسم مفعول دو جوره، اسم مفعول یا بر وزن مفعول مثل مکتوب یا مرسل، مو ما قبل آخر اه. اسم فاعل دو جوره، بگو، مثل کاتب یا موعه مرسل. اسم مبالغه دو تا وزن داره، فعال، فعالت، و درستم باید معنی بشه. اسم مکان سه تا وزن داره، مفعل، مفعل، مفعلت. اصلا از طریق معنی هم میشه فهمید چی مکان. حالا بچه ها اینجا بود، بله. مکتبت بر چه وزنیه؟ مفعلت، مکان. بچه ها مکرر، مرسل میشه چی؟ اسم مفعول. علامت، فعالت میشه چی؟ مبالغه. مانع بر چه وزنیه؟ فاعل میشه اسم فاعل. خب این قسمت ب باز به اونجا ربط داره. امارت بر وزن فعالت هست یا نه؟ مبالغه هست یا نه؟ خب حالا من باید مبالغه معنی کنم دیگه. عالم میشه چی؟ عالم، دانا. علامت میشه چی؟ بسیار دانا. گرفتی؟ باید علامت شما بگی بسیار، امارت رو بگی بسیار امر کننده. ان نصل امارت، جمله نمیخوام، بازم میگم خودشیرین نکن اینا. امارت یعنی چی؟ بسیار امر کننده، همین میخوام. امر کننده بنویسی باطل ها. یا از اف اینو بنویسم، این اسم تفصیله چون جزء اونهاست، اسم تفصیله. اسم تفصیل بچا افعل و فعلا، اکبر و کبرا، اصغر و صغرا، درسته؟ اسعف الناس معنی کنید ضعیف‌ترین مردم. یعنی تفسیر رو ما باید تر و تری معنی کنیم. بله اقوى الناس یعنی قوی ترین. بله بله بله. خب بچه ها اینم سوال شماره 9، بریم سوال شماره 10. این جمله التي فيها اسلوب حصر. خب چی گفته؟ دقیقاً نقطه ای گفته بودین. آقا منفی است یا نه؟ آقا منفی است یا نه؟ بعد چی گفت؟ چی گفته؟ من قرار نبود مثبت باشه اسلوب استثنا، منفی باشه اسلوب هست. این چرا دوتا رو منفی داده بعد گفته کدوم هسته؟ مسئلتون بعضی موقع ها با وجود منفی بودن مستثنا منهو دارد، از طریق معنی هم میشه فهمید. اینجا نگاه کن، همین مثال من نوشتم اونجا، لا تعلم زمیلاتی لغت الفرنسیه الا عطیه. آقا منفی ها ظاهر قضیه انگار هست را، ولی وقتی نگاه میکنم عطیه جزء دانش آموزاست، پس این میشه باطل، این میشه جواب، چون این میشه هست، مستثنامه نداره. اقویا جزء نمیتوانن نمیتونه باشه، که اقویا جزء سعود نمیتونه باشه. خب سوال 11، محل اعرابی.
بچه‌ها یه بار دیگه همه توجه کنید، محله اعرابی رو میخوام بگم. محله اعرابی شنیدید؟ اول ببین جمله فعلیه است یا اسمیه. فعلیه چه چیزایی داره؟ فاعل، فاعل، فاعل او یا اون میگیره. دیگه چی؟ مفعول ا یا ا میگیره. دیگه چی؟ جار و مجرور. یه بار دیگه میگم جمله فعلیه چه چیزایی داره؟ بگو بشنوم. فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور. جمله اسمیه چه چیزایی داره؟ مبتدا و خبر. راستی اگر فعلی و اسمی ارکانش رو پیدا کردی، چیزی باقی مون، اون باقی مونده چیه؟ یا صفت یا مضاف الیه. حالا ممکنه راستی اینم بگم ها، مفعول مطلق هم محل اعرابی، حال هم محل اعرابی، مستثنا محل اعرابیه. هیچ وقت محل اعرابی از این سه مرحله خارج نیست. ارکان هستی، صفت مضاف الیه، مفعول مطلق و حال مستثنا. برو بریم. خب بعد بچه ها الا اومده یا نیومده؟ گفته وصل المسافرون الى المطار. الا اومده یا نیومده؟ حرف بزن. پس مطار محل اعرابیش میشه چی؟ مجرور به حرف جر. متأخرین حال. حتما در محل اعرابی سوال فردا مراقب مفعول مطلق و مستثنا و حال باشید. حتما هست. حتما ترکیبی میدن. یعنی قسمت رو به گذشته، قسمت رو به کتاب ما رفت میدن. پس متأخرین میشه حال. بچه ها لا یرحمو فعل هست یا نه؟ الله میشه فاعلش. اینا فاعل. محل اعرابیشو گفتید. خب بچه ها لا یرحمو فعل هست یا نه؟ کلمه بعدشو بخونید. انا س گفته یا سو گفته؟ س گفته میشه مفعول. اسم اودار بعد از فعل فاعل. اسم ادار میشه مفعول. اسم ابتدا کلو مبتدا. حالا الا اومده یا نیومده بچه چی میشه؟ درس ما دیگه بگیم مستثنا. بله کلمه بعد الا میشه چی بگو؟ مستثنا. خب بریم سوال 12. اقرأ النص ثم عجب عن الاسئله التاليه. درک مطلب ریدین. متنو میخونی؟ عجله که نداری، تایم دارم که نیست، بشین تا آخر سر بخون، معنی کن. از کتاب شما آقای مسلمی کشاورز است، او ساکن است در روستای فلان. ببین اینو میخونی، وقتی فهمیدی به سوالاتش پاسخ میدی. گوش کن، کلمه‌ای جواب ندیا، گوش کن، فارسی جواب ندیا، جملات هر چند کوتاه ولی به عربی. گفته آقای ساکنی، آقای ساکنی، آقای مسلمی کجا ساکنه؟ هو یسکن فی قریه بترود به محافظت مازندران. دقیقاً سرتشو بزن اینجا بکاری، اینم میشه، اینم میشه، اینم میشه. آره و بقیه هم همینجور. حالا اینجا یه دونه از گریزت مرکز هم زده، گفته اکتب جمع قریه. جمع قریه چی میشه؟ قرا. قریه میشه روستا، قرا میشه جمعش. بچه ها سال 13 اینا صحیفی تحلیل صرفی محل اعراب. اینم شیک و تر تمیز و جالب. گوش کن. تحلیل صرفی و محل اعرابی دیدی؟ این کلمه رو نگاه کنید. این کلمه رو نگاه کنید. از این جمله برداشته. شما کلمه رو بیخیال. برای المفید دو ردیف گفته یا نگفته؟ برای معرفت دو ردیف گفته یا نگفته؟ مقایسه کن. ببین مفید اسم اسم، مفرد مفرد، مذکر مذکر، معرفه به ال، معرفه به علم. این معرفه به ال یا علمه؟ اسم کسی اینجا مفیده. مفید مفید برین اسم خاص نید. میگه بله. مفید ال داره یا نداره؟ با ال داره. پس جواب میشه اول. مفید گوش کن. خب معرفت رو نگاه کن. اسم اسم، جمع مکسر مفرد. با معرفت ها، معرفت مفرد یا جمعه؟ چه شک دارید؟ معرفت. بی معرفت ها، معرفت مفرد یا جمعه؟ مفرد دیگه. پس این میشه جواب. جان سوال هست؟ سوال هستیم. آره شام اینجاییم، شام اینجاییم. نه دیگه چیزی نمونده، نه دیگه چیزی نمونده آخرش. آره حالا به هر حال بررسی کنیم سوال دیگه. عبارات رو ترجمه کنید. این که معنیه 15 رو نگاه کنید. مجلس فل عبارات. گوش کن بچه ها. بخون. 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 احسن. مستثنا الا پیدا کنم. به به. این الا، این میشه مستثنا. مستثنا علی جزء کیاست؟ تمام شد. صفت. صفت کلمی که به شدت شبیه قبل خودش باشه. الاثار، القدیمه. مضاف الیه کلمی که شبیه قبل خودش نباشه. احتمام الان بدین جار و مجروره. اسمی که ا بگیره قبلش حرف جر باشه میشه جار و مجرور. اسمی که ا بگیره قبلش حرف جر نباشه میشه مضاف الیه. این تقدیم به شما مفهوم. اسما در زبان عربی دو جا مجرور میشن، دو جا ا میگیرن. قبلش حرف جر بود، مجرور بر جر نبود، مضاف الیه. این الان میشه مضاف الیه ما. خب بچه ها بریم قسمت آخر، سوال 16 داریم. حالا هستیم.
آره بچه اینم معنیه. ببین جای خالی تمثال من الحجر او خشب او حدید یعبد من دون الله. آره مجسمی از سنگ و چوب این چیزا. فس معنی چیه؟ فس هوا. سنم سنم و بوتا بهارا ملکا مها نگارا مظهر زیباییه دیگه. سنم اینی بوت. تجنم هم یعنی دوری کردن. آره و الاخر سال 17 ترجم افعال و کلمات تالیه. اینم یه اشاره کنم. اجتهاده تلاش کرد. معنیشو گفته. بچه ها لم گذشته منفی لن آینده منفی. آره آره ببین لم فعلها رو به عقب برمیگردونه، لن فعلها رو به آینده. یعنی یشتهدو اگر بگی لم یشتهدو یعنی تلاش نکرد، اگر بگی لن یشتهدو تلاش خواهد کرد. این دوتا ضد هم عمل میکنن. نحنو لنشتهد تنها جایی که در عربی آوردن باید اجباریه، ل بر روی فعل بیاد ساکن بده. باید تلاش بکنیم. این که ماضی منفی تلاش نکرد، اجتهادم تلاش کردن. سال 18 ترجم عبارتین در فارسی بحث معنی باز. سال 19 بازم معنی باید باشه. جای خالی بکما لیس لها احبال صوتیه. میگه لال بنده خدا تارهای صوتی نداره، چقدر دلش پره. نمل میشه چی بچه‌ها؟ مورچه. خفاش هم که خفاش خودمون، زرافه هم زرافه خودمون. کی لاله؟ دقیقاً. بقیه هم همینجور. و سوال 20 ببین میز بخون بچه کار کن نوشن بگی. دیگه چی؟ خب اول مفعول مطلق رو پیدا کنی. کلم الله موسی تکلیما. راستی تأکیدی یا نوعیه؟ تأکیدیه. آفرین. فاعل پیدا کن. آره فاعل پیدا کن. فعل پیدا کن. آفرین. کلمه فعل دیگه، الله میشه فاعل. خبر پیدا کن. جمله اسمی پیدا کنید. ورقت الزیتون رمز و سلام. ورقت و مبتدا رمز و خبر. بچه زیتون و سلام ای گرفتن یا نگرفتن؟ حس بدید جواب. زیتونه و سلامه ای گرفته یا نگرفته؟ قبل اینها حرف جر اومده، پس میشه مضاف نله. این الان مضاف نله، این مضاف نله. اسمی که ای بگیره قبلش حرف جر نباشه مضاف نله. و سوال 20 که فکر کنم خاص جنسش جور بشه. آره بچه ها ترجمه الافعال و کلمات تالی. امتنع خودداری کرد. بچه ها کانه بود، قد و فعل ماضی چه زمانی؟ ماضی بعید. خودداری کرده بود. لا تمتنع او، خودداری نکنید. لا یمتنع، خودداری نمی کنند. و امتنع خودداری. خب بچه ها همگی خسته نباشید، عالی بودید. ممنون از اینکه حضور داشتید جان. آره من میخوام دوباره شماره رو بیارم. این جزئی. آها درست. بعد دومی بود دیگه. بله. خب. بچه‌ها توجه کنید این مسئله رو بگم. بازم تاکید میکنم. من یه فرضی رو، یه چند صحبت نکنید، گوش کنید. یه فرضی رو میخوام قائل بشم. فرض میکنیم هیچی نخوندید. آخ آخ حرف دلتون رو گفتم. همین من آره چون درکتون میگونم دیگه. این دوران ما هم گذرون. هیچی نخوندی درسته؟ الان کلاس تموم شده. یه پیشنهاد مرامن خدایی اجرا بسه از دست این عربی. میگم در آینده زندگی خودت هر جا زندگی بهت فشار آورد اینو بگو همون جوری که من عربی رو دوره دبیرستان گذروندم این مشکلاتم میگذره. آره آره بچه ها اگر هیچی هم نخوندی از الان تا فردا ساعت 8 به هر ترتیبی که تا حالا زندگی کردی، چون بیشتر شما خفاش شبید میدونم شبا بیداری. خب ما میگیم حالا تا ساعت 2-3 تایمای یه ساعت بشین بسته به دانشون یکونیم. مثلا الان برفت ساعت چنده؟ ما میگیم مثلا اصلا 4 مثلا ساعت 5. خب 5:30 تا 7:30 یه تایم، یه استراحت مثلا 8-10 یه تایم، 10:30 تا نمیدونم 12:30 یه تایم، 1-3 هم یه تایم. یه چرتی هم بزن پاشو. آها یه نمونه سوالم که با هم کار کردیم همین نمونه سوال رو ببین. شماره هم 013-322-65-824 درست خوندم؟ آره اگر کسی جزوه رو میخواد تماس بگیره جزوه رو براتون میفرستن. آره واتساپ پیام بده براتون میفرستن. بعدش این که آره این 4 درس رو به همین صورت بخونید. شک نکنید فراتر از گفته‌های قواعدی که براتون گفتم بچه‌ها سوال نخواهد اومد. فقط مراقب بحث ترجمه اینجور چیزها باشید. دعا
دوستتون دارم، عالی هستید، آرزوی بهترین ها دارم. ببخشید شوخی کردیم، سر شما رو درد آوردیم. انشالله که همیشه موفق و مؤید باشید هر جای این ایران عزیز که هستید. خسته نباشید، خداحافظ.